لقب بهترین بازیکن میدان هم و سمیلا نادری داره شماره 11 و میرسه که امروز در بازی خوب درخشید، عملکرد خوبی داشت جناح چپ و توانست که تیم خودا کمک بکنه. کمی کوتاه با او صحبت کنیم. سمی جان تبریک باشه. مایک تا دریافت کن. هم بردتان تبریک باشه، هم نتیجه خودت هم جایزه بهترین بازیکن میدان رو گرفتی. چطور گذشت بازی امروز؟ تشکر، زنده باشین. بازی عالی بود، اما بچه عالی کار کردن و ما زحمت زیاد کشتیم تمام بازیکن ها و نتیجه خوبی هم گرفتیم. امروز تیمتون بسیار انگیزه خوب داشت، انگیزه مضاعف، هم در خط دفاع خوب بودین، هم در هافبک و بخصوص جناحایتون که خود در جناح چپ بودیم امروز عملکردتون خوب بود، گرچه در نیمه دوم یکم رفته کارتون سخت‌تر شد. چرا امروز فکر میکنین حریفتون ضعیف بود و از نقاطتون چگونه استفاده کردین؟ حریف ما گرچه ضعیف نبود، تیم خیلی خوبی بود، اما برعکس بچه‌های ما بسیار با انگیزه بود و بسیار تلاش کردن و گرچه ما در اوایل اکثر مشکلات های داشتیم و فعلا حل است همه مشکلات و ما حرفی به گفتن داریم با بازی های بزرگ و تیم های بزرگ. شما دو بازی سختی در پیش دارین سرخ پوشان، بعد از اون یک بازی آسان تر و بازی آخرتان فوق العاده بازی جذاب خود بود. آره، و ما دما فرق نمیکنه کدام تیم بازی داریم و ما آماده هستیم به بازی با اونا و نتیجه گرفتن هم تیم های بزرگ. فکر میکنین تیمتون با ما در لیگ؟ انشالله حتما. احساسات چگونه است در مورد که جایزه بهترین بازیکن میدان را گرفتی؟ خوب است، گرچند تمام بچه ها زحمت کشتن به کمک اونا ما تانستیم که نتیجه بگیریم و فلان هم بهترین بازیکن میدان. تبریک باش، خیلی زیاد تشکر، موفق باشیم، سلامتی. صحبت های سمیلا نادری رو شنیدین در پیوند با بازی امروز و کم کوتاه سرمربی خوشفکر تیم فوتبال عدالت فرا هم بشنویم. احمدی صاحب سلام، تبریک باشه. تشکر بسیار زیاد. خیریت باشه ان شاء الله. یک حادثه رخ داده بود قبل از بازی. افتتان کنه. اول خوب بگو که کارت زرد چقدر تلخ تمام شد برای خودت در لحظات حساس وقتی مربی میخواد کنترل بازی و تیم را داشته باشه، کارت زرد گرفتن و حساسیت در برابر داورا چقدر سخت است؟ دقیقا وقت یک بازیکن کلیدی کارت میگیره و او سه کارت میشه، بازی بعدی هم با یک تیم قوی میباشه، خیلی سخت تمام میشه واقعا و اونجا بسیار جزئیات فکر میکنه آدم که چرا کارت شد. دیگه یک لحظه ما هم امو در جا بازی رفتم و کنترل از دست دادم. امروز چگونه کار کرد تیمتان و در از نظر ما که در همه موقعیت ها خوب بودین بدون نیمه دوم، نیمه دوم که بعد از گل ششمی که به ثمر رساندین رفته رفته بازی در دست حریف قرار گرفت، فکر میکنین امروز عملکرد تیمتان چقدر رضایت بخش بود و آیا عدالت فرا همو عدالت فراهی بود که انتظارش داشتین؟ دقیقاً ما نیمه دوم چند بازیکن خود تعویض کردیم از بازی و خواستیم یک اندازه بازی را هم کنترل بکنیم و بازیکنهای خود هم حفظ بکنیم به بازی آینده که بازی اساس پیش روی داریم. دقیقا همون وعده که به شما داده بودیم و به عدارای تیم عدالت ما دوباره برگشتیم انشاءالله و چون همه گی آماده هستن بخیر که بریم به ادامه را. امروز عمل کرد دو بازیکنتان که دبل کردن و همه بازیکنان بخصوص گله که شاید خود زکریا حسینی هم انتظار نداشت که او به گل بدل شود، در امر گل زده و همچنان که در امر تمام کنندگی تیمتان امروز خوب ظاهر شد. دقیقا ما همین نکته را مشکل داشتیم در اوایل، رفته رفته کار صورت گرفت، انشاءالله این نکته ما نقطه ضعف ما بود به مثبت تبدیل شده و بچه ها از فرصت هایی که داریم گل میگن، هرچند که چند مقصد بسیار خوب و طلایی دیگه هم داشتیم میتونستیم به گل برسیم، اما خوش هستم که تانست بچه ها گل بزنه. حالا تیمتون 8 امتیازی شده و فرصت داره تفاضل گلتون بهتر شد، مثبت 3 و مثبت 4 شد، حالا فعلا وضعیتون کم بهبود پیدا کرده و فکر میکنم در بازی های بعدی، البته که هرچ کار سخت دارین سرخ پوشان بعد از او هم بازی های بعدی، فکر میکنید که تیم عدالت فرا در لیگ بمانه؟ دقیقا بر ما دیگه تمام بازی ها اساس است، مهم نیست حریف ما کی میباشه، ما به خاطر 3 امتیاز تا آخرین لحظه تلاش میکنیم و انشالله به بازی های جالب پیش روی خواهد داشتیم. خیلی زیاد تشکر، موفق در شما و تیم سلامت باشید. تیم عدالت فراه رفته رفته از آخر جدول خود بالا کشید، کمترین گل خورده را داشت و آمار گل زدهشون هم کم بود، اما در یک بازی عقده گشایی کردن بعد از بازی که خوبه که برابر ابو مسلم بنامش گذاشتن، در این بازی امروز توانستن 6 گل بزنن و این 6 گل کمک کرد که هم تفاضل گل منفی به مثبت بدل شوه و هم امتیازشون به عدد 8 برسه و برن به جمع تیم های درست از رده آخر میشه، ولی در جمع 8 و 9 قرار گرفتن و تقریبا از جایگاه سقوط فاصله گرفتن. خیلی تشکر از همراهیتان،
فردا هم دعوت میکنیم که بازی ها را تماشاگرش باشین. فردا دو بازی دیدنی هست. بازی اول میوند اف سی قرار در مساف با تیم استقلال کابل بازی بکنه که ساعت 1:30 با شما خواهد بودیم، و بازی دوم یکشنبه هم موج ساحل قرار است در مساف با تیم سرخپوشان خافی با میدان بره. هر دو بازی را از تلویزیون آریانا و از صفحات اجتماعی یوتیوب و فیسبوک آرین اسپورت دنبال بکنین. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با حمایت مالی انرژی وکتور در میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان پیگیری میشه. حامیان نشراتی ما هم شرکت‌های مخابراتی افغان تلکام و سلام هست. فردا رأس ساعت 1 با شما هستیم و کیک‌آف رأس ساعت 1:30 خواهد بود. دعوت میکنیم بیاین به صورت رایگان بازی‌ها را از نزدیک تماشا بکنین. تا فردا شما را به الله پاک بنیاز امانت میکنم. موفق و کامگار باشین. الله حافظ.